خب حالا که جای ایونت رو توی هارد اکسترنالمون تنظیم کردیم دیگه میتونیم خیلی راحت فیلم هایی که میخوایم رو توی آی مووی ایمپورت بکنیم به طور مثال من ممکنه اینجا توی این دوتا فولدرم یه سری فیلم داشته باشم که بخوام بیارم توی آی مووی ایونت برای این کار من میام توی فایل ایمپورت موویز میام توی هارد اکسترنالم تو پوشه که دارم و حالا اینجا توی پاریس موویز اچ دی ممکنه بخوام این کلیپ سوم رو ایمپورت بکنم یه قسمت این پایین شما دارید که خیلی خیلی مهم هست اینجا شما یه Add to Existing Event دارید یعنی این فیلم رو به همین ایونت فعلی من اضافه بکن و سیوش کن توی همین ایونت فعلی اما اگر شما بیایید بگید Create New Event یه ایونت جدید اینجا درست بکنید میتونید از اینجا تعیین بکنید که توی هارد اکسترنالتون این ایونت رو سیو بکنه یا توی هارد داخلیتون من از اونجایی که نمیخوام این کار رو بکنم همین گزینه بالا امیر رو انتخاب میکنم و عنوان پایین آپتیمایز ویدیو هست اگر شما سیستمتون یه مقدار قدیمی تر هست و نمیخواید با فایل های حجیم HD کار بکنید میتونید بیاید اینجا این آپتیمایز ویدیو رو بزنید رزولوشن فول که همون HD کامل هست یه مقدار ممکنه سنگین باشه برای سیستم شما همونطور که گفتم اگر قدیمی هست و میتونید از لارج استفاده بکنید اینجا من این گزینه رو آف میکنم یه عنوان دیگه هم این پایینه این شاید از همهشون مهمتر باشه به نوعی اینی که موقعی که من دارم فایل ها رو ایمپورت میکنم به طور مثال اگر این فایل کلیپ 554 رو ایمپورت کردم توی این آی مووی ایونتس توی فولدر امیر اینا کپی بشن یا موو بشن به طور مثال من اینجا الان این 554 رو میام بهش میگم که کپی کن پورت و حالا شما همونطور که میبینید اینجا شروع میکنه به کپی کردن اون فایل توی این فولدر امیر غیر از اینکه کپیش میکنه یه سری فایل های کوچیک دیگه هم اینجا میسازه که فایل های جانبیه و مثل تام نیل حالا یا چیزهای دیگه که نیاز هست برای خود آی مووی اونها رو هم اینجا الان درست میکنه و کنارش میذاره طبیعتا من چون گفتم کپیش کن اگه دوباره بیام توی همین فولدر 554 من همچنان سر جاش هست یعنی فایل اوریجینال همچنان اینجا هست اون یکی اینجا کپی شد اما اگر بیام بگم که موقع ایمپورت حالا این دفعه به جای اینکه مثلا این فایل 833 رو به جای اینکه کپی بکنی اونجا مووش بکن و ایمپورت رو بزنم این دفعه شما همونطور که دیدید قسمت اول خیلی سریع انجام شد چون دیگه کپی نکرد و بلافاصله اون فایل رو از این فولدر که اینجا بود منتقلش کرد کاملا توی این فولدر دیگه من اونجا الان 833 رو ندارم و حالا دیگه فقط اینجا توی فولدر امیر دارم اگر شما فایل هاتون رو موو میکنید فایل اوریجینال شما که توی پوشه قبلی بود دیگه وجود نخواهد داشت و کاملا منتقل میشه به پوشه ایونت شما بعدا اگر خواستید بکاپ بکنید بعد این پوشه رو بکاپ بکنید و اگر این ایونت رو پاک بکنید و بنازیش توی صد لاشقال یا بیاید خود این ایونت رو پاک بکنید فایل های اوریجینال شما هم که اینجا موف شدن و دیگه توی فولدر قبلی وجود ندارن و من دیگه اینجا الان توی این فولدر 833 رو ندارم دیگه طبیعتا پاک میشن و دیگه کاملا از بین خواهند رفت اگر شما موف میکنید خیلی خیلی به این نکته توجه بکنید و حواستون باشه چون ممکنه که فایل های اوریژینالتون رو از دست بدید اگر شما زمان ایمپورت این گزینه اپتیمایز ویدیو رو بزنید یه اختاری اینجا میاد که نوشته When optimizing video files will be copied rather than being moved شما اگر هر کدوم از این تصاویر رو انتخاب بکنید چون میاد تبدیلش میکنه به این فرمت و حالا اون فایل تبدیل شده رو توی این ایونت کپی میکنه دیگه گزینه موف خیلی معنا نداره و اینجا یه اختار به شما میده که در هر صورت من از اون فایل یه نسخه کپی شده توی ایونتت میذارم پس این عنوان موف اینجا دیگه خیلی معنا مفهومی نخواهد داشت طبیعتا اگر تمام فایل های شما توی یه هارد باشه و شما بهش بگیم موو بکن و فقط از یه فولدر توی مثلا این هارد بخواد منتقلش بکنه به یه فولدر دیگه توی این هارد خیلی کمتر زمان میبره تا اینکه بخواد کپیش بکنه ولی در نهایت این فرایند ایمپورت یه مقدار زمان بر هست و شما اگه مثلا سه ساعت 2 ساعت بخواید فیلم خامو ایمپورت بکنید ممکنه یه رب تا 20 دقیقه طول بکشه اون کارهایی که دیدید خودش انجام میده به خاطر همین زمانی که شما یه سری فایل زیادی رو برای ایمپورت بعد نیست برید یه قهوه بخورید چای بخورید که تا این کارش انجام بده چون یه مقدار زیاد زمان میبره